کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. صفحه 341. در مصرع سوم شاعر میگوید که اگر از آن لعبت معجر بردارند و سرش را برهنه، یعنی درب شیشه آبجو را بگشایند، خشمگین میشود و کف بر دهان میآورد، زیرا وقتی ظرفی را که آبجو در آن است میگشایند، فقاع کف میکند. کریم خان زند باز خواجه قاجار را مورد تحسین قرار داد و اهل مجلس هم زبان به تحسین و تمجید او گشودند و بدین ترتیب شعری که ابوالمظفر چغانی، یکی از پادشاهان سلسله چغانیان در قرن 14 هجری در وصف آبجو سروده بود، سبب شد که کریم خان زند به یاد آقا محمد خان قاجار افتاد و او را از بست خارج کرد. وقتی که کریم خان زند خواست آقا محمد خان قاجار را از بست شاه چراغ خارج کند، به او گفت که نسبت به وی ترحم و عطوفت دارد و آن گفته مطابق واقع بود. اگر کریم خان زند نسبت به خواجه قاجار ترحم و عطوفت نمی داشت، او را به مناسبت یاغیگری حسین قلی خان که خود را موسوم به جهانسوز شاه نموده بود به قتل می رسانید، زیرا عرف و عادت آن عصر اقتضا می کرد که آقا محمد خان قاجار به جرم سرکشی برادرش کشته شود و گروگان را برای همین نگاه می داشتند که اگر پدر یا برادر یا فرزندش سرکشی نماید، وی را به قتل برسانند. دو چیز مانع از این شد که آقا محمد خان قاجار به حکم کریم خان زند کشته شود. یکی خواجه بودن وی و هر موقع که کریم خان زند به فکر کشتن آقا محمد خان می افتاد، به یاد می آورد که او خواجه است و قتل او را مغایر با جوانمردی می دانست. دیگر این که آقا محمد خان قاجار دانشمند با مفهوم آن زمان بود و در محافل علمی و ادبی کریم خان زند ندیم و مجلس آرا به شمار می آمد، و گرچه صدای زیر او در سامعه خوشاهند نبود، اما معانی گفتارش صحبت او را به جلوه در می آورد
و باز میگوییم که کریم خان زند برخلاف آنچه عده‌ای از مورخین دوره قاجاریه نوشته‌اند در کارهای سیاسی و جنگی با آقا محمد خان قاجار مشورت نمی‌کرد و فقط در کارهای مربوط به استراباد با او مشورت می‌نمود یا اینکه راجع به مسائل علمی و ادبی با خواجه قاجار حرف می‌زد. با اینکه آقا محمد خان قاجار دانشمند بود از وی کتابی باقی نمانده، زیرا خواجه قاجار طوری در آرزوی سلطنت بود که نمی توانست وقت خود را صرف نوشتن کتاب کند و اگر آقا محمد خان قاجار در دوره‌ای که نزد کریم خان به سر می برد و آن دوره 16 سال طول کشید کتاب می نوشت، به احتمال قوی آثار ادبی جالب توجه از او باقی می ماند. چون آقا محمد خان قاجار راجع به ابوالمظفر چغانی صحبت کرد و نام چغانی شاید دور از ذهن بعضی از خوانندگان باشد، باید به اختصار توضیح بدهیم و بگوییم که چغانیان کشوری بود در منطقه‌ای که امروز خم رودخانه بزرگ جیهون است و آن کشور در مشرق رود مذکور قرار داشت. کشور چغانیان که عده‌ای از علما و شعرا از آن برخواسته اند دارای چند شهر بود که بزرگترین آنها به اسم ترمز خوانده می شد و آن شهر در ملتقای دو رود زامل و جیهون قرار داشت. آن دو رود امروز هست، ولی شهر ترمز که جغرافیادان ها نوشته اند تمیزترین شهر مشرق زمین بود که امروز وجود ندارد و در قدیم هر کس را که اهل کشور چغانیان به شمار می آمد چغانی می خواندند. باری حسین قلی خان با اینکه در نامه خود نوشت که به زودی راه تهران را پیش خواهد گرفت و آنگاه خود را به شیراز خواهد رسانید، به تهران نرفت و بر کریم خان زن مسلم شد که آن جوان دفع الوقت می کند و غیرتش قبول نمی کرد که آقا محمد خان خواجه را به جرم نافرمانی و یاغیگری حسین قلی خان یا جهانسوز شاه به قتل برساند. یک روز که شهریار زند با وزیر خود میرزا جعفر راجع به حسین قلی خان صحبت می کرد، میرزا جعفر گفت ای شهریار، من از آقا محمد خان خواجه بیم دارم، زیرا به طوری که گفتم هر بار که چشم من به چشمهای او می افتد در نگاهش می بینم که غیر از ظاهرش می باشد و عقیده دارم که به وسیله همه چیز می توان ظاهر سازی کرد جز به وسیله چشم ها. با اینکه من بیمیل نیستم که شهریار زند آقا محمد خان قاجار را به قتل برساند تا اینکه برای همیشه از خطرش محفوظ باشد، فکر می کنم که قتل او اثری در برادرش حسین قلی خان نخواهد کرد، چون اگر تهدید قتل آقا محمد خان خواجه در برادرش مؤثر واقع می شد تا امروز خود را به شیراز یا لااقل به تهران رسانیده بود. به طریق اولا اگر شهریار زند آقا محمد خان خواجه را به قتل برساند و حسین قلی خان بداند که برادرش کشته شده، جریتر خواهد شد. کریم خان زند گفت بدیهی است که وقتی گروگان را به قتل برسانند آن که گروگان داده ناامید و در نتیجه جریتر خواهد شد. میرزا جعفر گفت ای شهریار زند، به جای گروگان خود حسین قلی خان را به قتل برسان. مقدمات قتل جهانسوز شاه، صفحه 342. در آن روز میرزا جعفر برای اولین بار به فکر قتل حسین قلی خان یا جهانسوز شاه را در کریم خان زند به وجود آورد. از آن به بعد قدرت جهانسوز شاه در شمال ایران وسعت به هم رسانید و برادر آقا محمد خان قاجار روی مازندران و گیلان دست انداخت و چون دارای یک نیروی دریایی کوچک بود که به تدریج قوی تر می شد، توانست بر سواحل شمال ایران از دربند تا خلیج قره بوغاز نظارت نماید.
مناطق مازندران و گیلان در آن عصر از نظر بازرگانی دارای اهمیت بود و سوداگران شمال ایران با روسیه تجارت می کردند و برنج و ماهی و مرکبات و ابریشم به مقدار زیاد از مازندران و گیلان به روسیه صادر می گردید و حسین قلی خان برای اینکه درآمد داشته باشد بر صادرات مناطق شمال ایران و همچنین بر واردات آن مناطق عوارض وضع کرد. در آن موقع از روسیه دو کالای اصلی وارد ایران می شد. یکی پارچه های پشمی که به طور ترانزیت از باتوم و بادکوبه می گذشت و وارد بنادر شمال ایران می گردید و آن پارچه ها از اروپا می آمد و دیگری پوست های گرانبها برای لباس که مستقیم از روسیه وارد ایران می شد و در روسیه هنوز صنایع جدید آنقدر توسعه نیافته بود که تولیدات صنعتی روسیه وارد ایران شود. کریم خان زند چند بار در صدد برآمد که به دست حکام محلی جهانسوز شاه را از پا درآورد، ولی از عهده بر نیامد و هر بار جهانسوز شاه بر حکام محلی غلبه کرد و دو بار تهران را هم مورد تهدید قرار داد، ولی مبادرت به حمله ننمود. وقتی کریم خان زند متوجه شد که نمیتواند جهانسوز شاه را با جنگ از پا درآورد، عزم کرد که توصیه وزیر خود میرزا جعفر را به کار ببندد و جهانسوز شاه را به قتل برساند. کریم خان زند در آغاز به فکر افتاد که حسین قلی خان را به دست یکی از افراد طایفه یوخاری باش به قتل برساند، ولی به زودی از آن تصمیم منصرف گردید، چون دانست که دشمنی دیرین دو طایفه مبدل به دوستی و اتحاد شده و دو طایفه موافقت کرده اند که حسین قلی خان شاه باشد و کمال علی بی کلانتر هر دو طایفه. مورخین دوره قاجاریه راجع به توطئه قتل حسین قلی خان جهانسوز شاه روایت مختلف نوشتند و هر مورخ توطئه قتل جهانسوز شاه را یک جور ذکر نموده است. در کتب مورخین دوره قاجاریه تاریخ قتل حسین قلی خان ثابت نیست و در مورد روز قتل و ماه و سال آن اختلاف وجود دارد. بعضی از مورخین دوره قاجاریه نوشتند که مأمورین قتل حسین قلی خان جهانسوز شاه در شیراز از طرف کریم خان زند انتخاب شدند و برخی نوشتند که کریم خان زند مردی به اسم علی خان دولو را با پول زیاد و اختیار تام به استراباد فرستاد تا اینکه به بهانه خریدن ابریشم در آنجا سکونت کند و چند نفر را برای قتل حسین قلی خان اجیر نماید. تنها چیزی که در کتب مورخین دوره قاجاریه راجع به قتل حسین قلی خان متحد و شکل می باشد این که قاتل حسین قلی خان ترکمان بوده است، اما در مورد طایفه قاتل هم اختلاف موجود می باشد. بعضی مورخین نوشتند که قاتل حسین قلی خان یک ترکمان از طایفه کوکلان بوده و بعضی دیگر وی را از طایفه یموت دانستند. شاهزاده فرهاد میرزا معتمد الدوله که از شاهزادگان دانشمند و لایق و برجسته قاجاریه بوده در کتاب خود نوشته است که حسین قلی خان را سه تن از ترکمانان طائفه یموت به قتل رسانیده اند. سرهنگ گلدسمیت انگلیسی که در این سرگذشت چند بار از نوشته هایش استفاده کرده ایم راجع به قتل جهانسوز شاه چنین می نویسد: بعد از اینکه کریم خان زند متوجه شد که نمی تواند بر حسین قلی خان جهانسوز شاه غلبه کند مگر اینکه یک قشون بزرگ گرد بیاورد و کرورها خرج آن قشون نماید و خود به استراباد برود، تصمیم گرفت که برای نابود کردن جهانسوز شاه آدم کش اجیر نماید.
علاوه بر لزوم مصرف کردن کرورها پول برای بسیج کردن یک قشون بزرگ و اعزام آن به استراباد، دو علت دیگر مانع از این شد که پادشاه زند برای سرکوب کردن حسین قلی خان مبادرت به یک قشون کشی بزرگ کند. اول اینکه پادشاه زند بیمار بود و نمی توانست خود فرماندهی آن قشون را بر عهده بگیرد و به استراباد برود و فکر می کرد که دیگری از عهده اداره آن قشون به طوری که فاتح شود بر نمی آید. دوم اینکه کریم خان زند می دانست که جهانسوز شاه دارای یک نیروی دریایی نیز هست و اگر در استراباد و مازندران یا گیلان کار را بر او سخت گیرد می تواند سوار بر کشتی شود و خود را نجات بدهد. این بود که مصمم شد وی را به قتل برساند تا اینکه خسارات هنگفت قشونکشی را آن هم در جنگی که فاتح شدن در آن قطعی نیست تحمل ننماید. لذا علی خان دولو را احضار کرد و به او گفت هر قدر پول بخواهی به تو میدهم مشروط بر این که حسین قلی خان را معدوم کنی. آنگاه پادشاه زند اینطور اظهار کرد وقتی وارد استراباد شدی خود را یک بازرگان معرفی کن که برای خرید ابریشم آمده است. گلدسمیت انگلیسی میگوید این موضوع میرساند که علی خان دولو را در استراباد نمیشناخته اند، در صورتی که دولوها در استراباد سرشناس بوده اند و لابد سرشناس نبودن علی خان دولو در استراباد جنبه استثنایی داشته است. کریم خان زند به علی خان دولو گفت من یقین دارم که حسین قلی خان در استراباد یا مازندران یا گیلان دارای دشمن است و محال می باشد آن جوان که عده‌ای کسی را در جنگ ها به قتل رسانیده در آن نواحی دشمن نداشته باشد. و تو بعد از اینکه در استراباد سکونت کردی باید بفهمی که دشمنان حسین قلی خان که هستند. بعد از اینکه دشمنان او را پیدا کردی به آنها پول بده تا حسین قلی خان را به قتل برسانند و به آنان بگو که بعد از قتل حسین قلی خان انعام شایان نیز دریافت خواهند کرد. تو می توانی افراد عادی را هم با پول مأمور قتل حسین قلی خان بکنی، اما معلوم نیست آنها دستور تو را به موقع اجرا بگذارند و ممکن است پول را از تو بگیرند و از قتل دشمن من خودداری نمایند. اما اگر کسی را پیدا کنی که نسبت به حسین قلی خان کینه داشته باشد و او را اغوا به قتل دشمن من نمایی و پول هم بدهی، حسین قلی خان را خواهد کشت تا آتش کینه خود را فرو بنشاند. علی خان دولو بعد از دریافت مقداری پول راه استراباد را پیش گرفت و با کسوت بازرگانان وارد آنجا شد و به عنوان اینکه برای خرید ابریشم آمده شروع به تحقیق و کنجکاوی کرد و بعد از چندی شنید مردی ترکمان از طائفه کوکلان موسوم به ارتوق با حسین قلی خان دشمن است. علی خان دولو به عنوان این که می خواهد از ارتوق قالیچه های ترکمانی خریداری نماید سراغ یورت او را گرفت و به سوی خانه اش رفت و برای اینکه اعتماد آن مرد را جلب نماید چند قالیچه از وی خریداری کرد و بهای آن را پرداخت و گفت چون وسیله حمل آن فرش ها را ندارد خود ارتوق چند روز دیگر آنها را به استراباد بیاورد. و منظور علی خان دولو این بود که ارتوق را از محیط طائفه‌اش دور کند و در استراباد راجع به قتل حسین قلی خان با وی مذاکره نماید. بعد از اینکه ارتوق با قالیچه ها وارد خانه علی خان دولو شد، صاحب خانه از وی خواهش کرد که دو سه روز در خانه‌اش بماند و رفع خستگی کند و آنگاه به یورت خود بازگردد. در ایامی که ارتوق در خانه علی خان دولو بود، آن مرد از وی راجع به روابطش با حسین قلی خان تحقیق کرد و معلوم شد که حسین قلی خان در جنگ برادر و پسر جوان ارتوق را کشته است و مرد ترکمن می گفت اگر عائله من بدون سرپرست نمی ماند من حسین قلی خان را به قتل می رساندم ولو می دانستم که بعد از قتل او مرا قطعه قطعه خواهند کرد.
علی خان دولو گفت: من شنیده بودم که در یورت‌های ترکمانان اداره معاش خانواده را زنها بر عهده دارند و آنها فرش می‌بافند و به فروش می‌رسانند و معاش خانواده را اداره می‌کنند. ارطغ گفت: معاش هیچ خانواده ترکمانی از راه بافتن و فروش فرش اداره نمی‌شود و فرش برای خانواده‌های ترکمانی مدد معاش است و معاش ترکمانان از راه پرورش دام و در بعضی از جاها از راه زراعت تأمین می‌گردد. ولی من امروز دام ندارم تا اینکه بعد از مرگم عائله ام بدون وسیله معاش نمانند. علی خان دولو گفت: اگر کسی پیدا شود به تو پول قابل توجه بدهد تا اینکه بتوانی گوسفند و اسب خریداری کنی و برای خانواده ات بگذاری، حاضر هستی که انتقام خود را از حسین قلی خان بگیری؟ ارطغ گفت: اگر من بتوانم برای عائله خود چیزی باقی بگذارم که آنها بعد از من بدون وسیله معاش نباشند، به طور حتم حسین قلی خان را خواهم کشت. چون یگانه آرزوی من این است که قاتل پسر و برادرم را به قتل برسانم. علی خان دولو گفت: من به تو پول می دهم که گوسفند و اسب خریداری کنی و برای خانواده‌ات باقی بگذاری. ارطغ پرسید: برای چه تو به من پول می دهی که گوسفند و اسب خریداری کنم؟ علی خان دولو گفت: برای این که من هم مثل تو دشمن حسین قلی خان هستم، ولی جرأت و رشادت تو را ندارم تا بتوانم او را به قتل برسانم. ارطغ از او پرسید که علت دشمنی تو با حسین قلی خان چیست؟ علی خان دولو گفت: علت خصومت من با او همان علت است که تو را دشمن وی کرده و حسین قلی خان عده‌ای از خیشاوندان مرا به قتل رسانیده است. ارطغ پرسید: تو که هستی که حسین قلی خان عده‌ای از خیشاوندانت را به قتل رسانیده است؟ علی خان جواب داد: من یک دولو هستم. همین جواب برای اقناع ارطغ ساده دل کافی بود، زیرا او همین که دانست که میزبان وی یک دولو می باشد، به وی حق داد که دشمن حسین قلی خان باشد. همان روز ارطغ و علی خان دولو سوگند یاد کردند که راز خود را به هیچ کس بروز ندهند و حتی زن خود را شریک آن راز ننمایند و علی خان دولو مبلغ 5,000 تومان پول زر به ارطغ داد که صرف خرید گوسفند و اسب کند. مرد ترکمان گفت: اگر من تمام این پول را صرف خریداری گوسفند و اسب نمایم، سبب حیرت همه خواهد شد و در صدد برمی آیند بفهمند که چگونه من ناگهان ثروتمند شدم و توانستم تعدادی زیاد اسب و گوسفند خریداری کنم. لذا یک قسمت از این پول را اسب و گوسفند خواهم خرید و قسمتی دیگر را نزد زنم خواهم گذاشت که بعد از من اسب و گوسفند خریداری نماید. علی خان دولو گفت: تو سعی کن طوری حسین قلی خان را به قتل برسانی که خود کشته نشوی و اگر زنده بمانی، من 5,000 تومان دیگر به تو خواهم داد، مشروط بر اینکه حسین قلی خان کشته شده باشد. ارطغ قدری فکر کرد و گفت: مگر تو نمیخواهی بعد از قتل حسین قلی خان 5,000 تومان دیگر به من بدهی؟ علی خان دولو گفت: همینطور است. ارطغ گفت: اگر من بعد از قتل حسین قلی خان زنده ماندم، خود 5,000 تومان را از تو خواهم گرفت و اگر زنده نماندم، تو آن را به زنم بده. علی خان دولو بر هوش آن مرد ترکمان آفرین گفت و قول داد که بعد از قتل حسین قلی خان اگر ارطغ زنده نماند، 5,000 تومان دوم را به زوجهش بپردازد و آنگاه ارطغ با 5,000 تومان زر عازم حرکت شد و گفت: 15 روز دیگر مراجعت خواهم کرد. بعد از 15 روز ارطغ مراجعت کرد و به علی خان دولو گفت
که قسمتی از پولی را که از وی دریافت کرده بود به مصرف خریدن اسب و گوسفند رسانید و قسمت دیگر را هم به زوجش داد و به او سپرد که هرگاه وی از سفر مراجعت نکرد آن پول را سرمایه کند و مبلغ 5000 تومان هم از علی خان دولو دریافت نماید و بر سرمایهش بیفزاید. پس فرزندان کوچکش نگاهداری نماید تا اینکه به سن رشد برسند و بتوانند معاش خود را تأمین نمایند. علی خان دولو از او سوال کرد: زنت از تو نپرسید که کجا می‌خواهی بروی و به چه مناسبت می‌گویی که مراجعت نخواهی کرد؟ ارطغرل گفت: زنهای ترکمان از شوهران خود از این سوالات نمی‌کنند. آنها می‌دانند هر مرد که به سفر می‌رود ممکن است مراجعت ننماید و فقط از یک جهت استراب دارند و آن اینکه شوهر مراجعت ننماید و فرزندانشان بدون وسیله معاش بمانند. اما اگر فرزندان وسیله معاش داشته باشند از عدم مراجعت شوهر خیلی غمگین نمی‌شوند. علی خان دولو پرسید: آیا اکنون آماده هستی که انتقام خود و مرا از حسین قلی خان بگیری؟ ارطغرل گفت: بلی. علی خان دولو اظهار کرد: به طوری که من شنیده ام حسین قلی خان به سوی سرخ دشت رفته و شاید 10-15 روز در آنجا بماند. ارطغرل گفت: من هم به سرخ دشت خواهم رفت. علی خان دولو پرسید: آیا سرخ دشت را می شناسی؟ ارطغرل گفت: آنجا را مثل یورت خود به خوبی می شناسم. علی خان دولو اظهار کرد: من از این جهت این سوال را از تو کردم که اگر سرخ دشت را به خوبی نشناسی از لحاظ گرفتن انتقام ما دچار اشکال خواهی شد. ولی ارطغرل علی خان دولو را مطمئن کرد که وی سرخ دشت را به خوبی می شناسد و می داند که چگونه از حسین قلی خان انتقام بگیرد. علی خان دولو گفت: تو بعد از اینکه وارد سرخ دشت شدی باید مستمسک داشته باشی و دیگران حضور تو را در آنجا عادی ببینند. ارطغرل گفت: حضور یک ترکمان با چند قالیچه در هر نقطه از استراباد عادی است، زیرا همه می دانند که وی آمده تا قالیچه های خود را بفروشد. در شمال ایران 2 سرخ دشت معروف و شاید چند سرخ دشت غیر معروف وجود داشته. سرخ دشت های معروف یکی در مازندران بود و دیگری در استراباد و سرخ دشت استراباد ییلاق به شمار می آمد و حسین قلی خان جهانسوز شاه گاهی به آنجا می رفت و یک نوع آهو را که حد فاصل بین آهوی ظریف ایران و آهوی تنومند خوتن بود شکار می کرد. امروز نسل جانور مزبور در استراباد منقرض گردیده، ولی در آن موقع هنوز آن نوع آهو در سرخ دشت یافت می شد. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه به سلطنت رسید برای جلوگیری از انقراض نسل جانوران صحرایی استراباد و به خصوص آهو تمام منطقه استراباد را قروق اعلام کرد و به ظاهر کسی غیر از او و برادرزاده اش خان بابا خان جهانبانی که بعد فتحعلی شاه شد نمی توانست در آنجا شکار کند. ولی حتی قدغن آقا محمد خان قاجار نتوانست از انقراض نسل آهوی مزبور جلوگیری نماید، زیرا وسیله نظارت وجود نداشت. ارطغرل از علی خان دولو خداحافظی کرد و راه سرخ دشت را پیش گرفت. در آنجا کسی از حضور آن مرد ترکمان تعجب نکرد، زیرا چند قالیچه با خیش برده بود تا نشان بدهد که برای فروش فرش وارد آن دشت شده است. ارطغرل ضمن اینکه قالیچه های خود را برای فروش عرضه می کرد دقت می نمود که بفهمد حسین قلی خان در کجاست و شبها در چه موضع می خوابد. مرد ترکمان فهمید که حسین قلی خان روزها به شکار می رود و شب در محلی به نام طول که از اسامی محلی بود می خوابد و خوابگاهش در اردوگاه وی می باشد و خیمه اش را وسط اردوگاه نصب می نماید. لذا او نمیتواند هنگام شب خود را به خیمه حسین قلی خان برساند و او را معدوم کند.
اما در موقع روز، موقعی که جهانسوز شاه از شکار برمی گردد و قبل از اینکه برای استراحت وارد اردوگاه شود، رسیدن به او آسان می باشد. علی خان دولو بعد از رفتن ارتوغ در استراباد ماند و حساب کرد چه روزی آن مرد ترکمان به سرخدشت می رسد و در روزی که حد زد ارتوغ وارد سرخدشت گردیده از استراباد رفت. علت رفتن علی خان دولو از استراباد این بود که اگر ارتوغ گرفتار شود و او را مورد تحقیق قرار بدهند، وی در معرض خطر قرار نگیرد. علی خان دولو می دانست که ارتوغ اگر موفق شود حسین قلی خان را به قتل برساند، بعید است که گرفتار نشود، چون حسین قلی خان احتیاط می کند و همواره عده مستحبذ با وی هستند و شب نگهبانانش او را در صحرا احاطه می نمایند. ارتوغ چون خیلی نسبت به حسین قلی خان کینه دارد، ممکن است دست از جان بشوید و مقابل چشم نگهبانان به وی حمله ور شود و در همان لحظه به قتل برسد. اما اگر کشته نشود، او را مورد تحقیق قرار خواهند داد و طبق رسمی که در آن عصر در شرق و غرب هر دو حکم فرما بود، تبهکار را شکنجه می نمودند تا اینکه همدستان خود را بروز بدهد و بگوید که محرک وی کیست. علی خان دولو می دانست که اگر ارتوغ مورد شکنجه قرار بگیرد، او را معرفی خواهد کرد و خواهد گفت که علی خان دولو وی را تحریک به قتل حسین قلی خان نمود و 5000 تومان به او پول داد و گفت بعد از خاتمه کار 5000 تومان دیگر به او یا زوجه‌اش خواهد پرداخت. لذا شرط رعایت عقد آن است که او خود را از حوزه حکومت جهانسوز شاه دور کند تا اگر ارتوغ گرفتار شود، او را دستگیر نکنند و به هلاکت نرسانند. سرهنگ گلدسمیت انگلیسی که این شهر را می نویسد، نتوانسته است کشف کند که ارتوغ در چه روز تصمیم گرفت که حسین قلی خان را به قتل برساند. اون فقط تاریخ سال را ذکر کرده. میگوید که حسین قلی خان در سال 1775 میلادی مطابق با 1189 هجری قمری کشته شد و به این ترتیب به قتل رسید. ارتوغ پس از غروب آفتاب و مراجعت حسین قلی خان به اردوگاه در سر راه جهانسوز شاه ایستاد. او می دانست که جهانسوز شاه 2-3 بار وی را در حالی که به رسم ترکمانان سوداگر قالیچه بر دوش داشت دیده و می داند که وی می خواهد قالیچه های خود را به فروش برساند، ولی در آن روز که ارتوغ می خواست حسین قلی خان را به قتل برساند، قالیچه بر دوش نداشت و همین که جهانسوز شاه و همراهانش نزدیک شدند، ارتوغ به زبان خود یعنی ترکمانی فریاد زد: ای پادشاه، که از شکار برمی گردی، چرا به جای شکار رفتن دزدها را مجازات نمی کنی که قالیچه های مرا بردند؟
همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید.